سلام به همگی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. خلاصه که الوعده وفا، طبق قولی که توی ویدیو قبلی بهتون داده بودم، قرار شد که توی این ویدیو راجع به مصاحبه فرهنگیان صحبت کنیم. حتما دغدغه خیلیاتونه و بهتون اطمینان خاطر میدم که بعد از دیدن این ویدیو کمی از استرستون کم میشه، چون با شرایط و روند مصاحبه به خوبی آشنا میشید. قبل از هر چیزی باید بگم که اگه ویدیوی منو سابسکرایب نکردید ساب کنید لطفاً، و ممنون میشم با لایک کردن به من انرژی بدید، و هر گونه نظری یا سوالی داشتید یا موضوعی برای ویدیوهای دیگه به ذهنتون رسید حتما توی کامنت ها واسه من بنویسید. اول از همه باید بدونیم که آقا اصلا محل مصاحبه ما کجاست؟ ما کجا باید بریم مصاحبه بدیم؟ به این منظور باید بریم وارد سایت سازمان سنجش بشید. تو اون بخش یه سری خب نوشته ها هست، اگه حالا قبلا آشنایی داشته باشید با این سایت ببینید. یه بخشش نوشته که محل برگزاری آزمون برای متقاضیان رشته های دارای شرایط خاص. حالا من اسکرینش رو اینجا میذارم براتون که راحت تر باشه. وقتی رو اون قسمت کلیک میکنید یه سری فایل براتون میاد. توی یکی از اون فایل ها ببینید آدرس سایت پردیس استان محل خودتون وجود داره، یعنی همه استان ها وجود داره و شما حالا استان محل زندگی خودتون رو پیدا میکنید و آدرس پردیس یا همون سایت پردیسش رو برمیدارید و باید به وارد اون سایت بشید، سایت پردیس استان بومی خودتون، و اونجا تمام اطلاعات هست، مکان دقیقش، ساعتش، روزش و اینکه چه کسانی مثلا فلان روز باید بیان که طبق حروف الفبا چیده شده. خب حالا ما مکان مصاحبه رو پیدا کردیم، مدارکمون آماده است و میخوام بریم برای مصاحبه. ببینید اول از همه باید بگم استرس نگیرید، یعنی البته خب من هر چقدرم بگم استرس نگیرید شما استرس میگیرید، من خودم هم خیلی استرس داشتم، ولی حداقل این رو بدونید که استرس یه بخش طبیعی از این جریان هستش و اگر شما استرس نداشته باشید باید آدم شک کنه. اول اینکه شما وقتی وارد حالا اون پردیستون شدی مدارکتون ازتون میگیرن، یعنی اگه بخوام خیلی دقیق‌تر بگم همتون یه جا هستید، نشستین، دونه دونه صداتون میکنن و شما میرید حالا طبقه بالای اتاقی، مدارکتون چک میشه، پرونده هاتون چک میشه. حالا شاید یه سر این روندا تو پردیسای مختلف فرق کنه، استرس نگیرید. و در کل بخوام بگم اولین جایی که شما رو میفرستن برای معاینات پزشکی. توی معاینات پزشکی در واقع حالا اینکه شما چطور راه میرید، نمیدونم سلامت بدن تون در چه حد، اینا مورد بررسی قرار میگیره. مثلا منظورم از راه رفتن این که مثلا خب بعضی خدا نکرده یه ذره مشکل دارن، اختلالات حرکتی دارن، قدرت بینایی و شنواییتون چک میشه، که حالا من اینجا واسهتون میذارم که دقیقا مثلا چقدر مثلا نمره چشم باید باشه، شنوایی چقدر باید باشه، و مثلا یه سری ازتون میپرسن بیماری های خاص دارید، دارو مصرف میکنید، یه چند تا فرم هم بهتون میدن که اونا رو پر میکنید که مربوط به همین بیماری و اونجور چیز هست. مثلا بهتون میگن یه ذره راه برید که ببینن چطوری راه میرید، قد و وزنتون رو میگیرن. سالهای قبل راجع به قد و وزن یه سری قوانین خاص داشت، مثلا دختر خانم و آقا پسرها اگه مثلا از این میزان مثلا قد یه ذره کمتر بودن دیگه قبولشون نمیکردن، ولی حالا تو چند سال اخیر اینطور شده که حالا هر استان با توجه به شرایط و با توجه به نیازهای شغل معلمی، مثلا خب یکی مثلا معلم تربیت بدنی مسلما با معلم ریاضی فرقایی داره از نظر فیزیک، اونا دیگه خودشون و طبق توضیحاتی که شما میدین خودشون تصمیم میگیرن و دیگه یه چیز کلی نیست و مربوط به هر استان میشه در واقع قدر و وزن. توی این بخش نگران نباشید، شاید یکی بگه که آقا مثلا من چاقم، من لاغرم، یکی نمیدونم میگه که من دندونم خرابه، اینجور چیزا زیاد سخت نمیگیرن. اگه شرایطی باشه که بشه درستش کرد مشکلی نداره، مثلا چاقی، لاغری یا خرابی دندون، اینا مشکل نداره، زیاد حساس نباشید. یا یکی الان مثلا ممکنه بگه خب من یه ذره چشمام ضعیفه، یه ذره کم شنوا هستم، یا یه ذره توی ادا کردن کلمات مشکل دارم، پس دیگه نرم، دیگه رد میشم. نه، اگه دعوت به مصاحبه شدید برید، شاید امکان داره قبول بشید، پس حالا امیدتون رو از دست ندید، حتما مصاحبه رو انجام بدید. مرحله بعدی مصاحبه تخصصی هستش. ببینید توی مصاحبه تخصصی شما وارد اتاقی میشید که 3، 4 یا 5 تا مصاحبه‌گر وجود داره. چرا این ارقامو میگم؟ چون بسته به جاهای مختلف فرق میکنه. مثلا من خودم 4 نفر بودن، 4 تا مصاحبه‌گر داشتم، ولی دیدم که کسایی که 3 تا داشتن یا 5 تا داشتن، که حالا یکیشون مثلا میتونه معلم باشه، یکی روانشناس، یکی تو حوزه دینی کار کنه، به همین منوال. خلاصه شما وارد اون اتاق میشید، اول از همه مثلا خب سلام میکنید، سعی کنید دونه دونه باهاشون دست ندید. اگه حالا خانم هستید یا آقا پسر هستید لازم نیست دونه دونه با مصاحبه گرها دست بدید، سلام کنید، عرض ادب کنید و روی صندلی
بشینید. کنار صندلیتون یه جلد قرآن وجود داره که به احتمال زیاد همیشه نه، ولی به احتمال زیاد بهتون میگن که یه صفحه از قرآن رو باز کنید و حالا به دلخواه بخونید. پس سعی کنید قبل از مصاحبه یک ذره خوانش قرآنتون رو هم تمرین کنید. نیازی حتما صوت باشه نه، همین که بدون اشتباه و روان باشه کافیه. حالا هدف از این مصاحبه اصلا چی هست؟ ببینید، هدف از این مصاحبه اینه که توانمندی شما رو بسنجن و هدف و علاقه شما رو. یه سری سوالا توی مصاحبه ازتون پرسیده میشه که در راستای همین هدف. امکان داره روی میز مصاحبه گرا، یعنی 90% اوقات، یه دستگاه ضبطی هست که صدای شما رو ضبط میکنه و یک شخصی هست اونجا که حرکات شما رو ضبط میکنه و مینویسه که امکان داره باشه یا نباشه، برای من که بود، و اون شخص ازتون سوال نمیپرسه، فقط حرکات دست، سر و شما رو ضبط میکنه. ضبط میکنه منظورم اینه که مینویسه، یادداشت میکنه. حالا بریم سراغ سوالاتی که پرسیده میشه. ببینید، سوال مختلفی امکان داره پرسیده بشه و مثلا یه پک مثلا سوالات 10 تایی یا 20 تایی نیست که مثلا به شما بگم اینا رو بخونید، آماده باشید و میرید حتما از همینا براتون سوال میاد. نه، آدم با آدم ها فرق میکنن، مصاحبه گرا با مصاحبه گرا فرق میکنن، ولی سوالاتی که اصولا پرسیده میشه به همین شکلی که مثلا اول میگن خودتون رو توصیف کنید، یه بیوگرافی از خودتون بدید، یا مثلا تو اوقات فراغتتون چیکار میکنید، کتاب میخونید، آشپزی میکنید، چیکار میکنید، اگه مثلا یه دانش آموزی بهتون سر کلاس توهین کنه رفتارتون به چه شکله، اگه مثلا یه ویژگی خوب یا ویژگی بد بخواین از خودتون بگید چیا رو میگید، بیشتر آدم ها شما رو به چه چیزایی میشناسن، یا مثلا سر کلاس هستید دانش آموز به حرف شما گوش نمیدن، واکنش شما چیه، 5 سال دیگه خودتون رو کجا میبینین، اصلا چرا اومدین فرهنگیان، چه رشته هایی رو به غیر فرهنگیان زدین، اگه فرهنگیان قبول نشین چیکار میکنین. مثلا یکی از سوالا بود که از خودم پرسیدن که اگه فرهنگیان قبول نشی چیکار میکنین، معلم ابتدایی دوست داری بشی یا دبیرستان. و کلی از این سوالا که شبیه همین سوالایی هستن که من پرسیدم، یعنی هول هوش همین سوالا میچرخه موضوعات، و سعی کنید که با آرامش و تمنینه به این سوالا پاسخ بدید. اصلا استرس نگیرید. الان مثلا من واسهتون شرح دادم که آقا یکی دیگه هم اونجا نشسته و داره حرکات شما رو مثلا ضبط میکنه. الان شما ممکن استرس بگیرید که وای حالا من چیکار کنم، حتما دستمو این حالت خاص بذارم، سرم این شکلی باشه. نه، خودتون باشید و سعی کنید آروم باشید. ببینید، اونها هم میدونن شما استرس دارید، استرس داشتن طبیعیه. خیلی از بچهای دیگه هم که مصاحبه میشن استرس دارن، ولی سعی کنید خودتون رو کنترل کنید، صداتون نلرزه، دست و پاتون نلرزه، و لازم نیست حتما تند و سریع به سوالا پاسخ بدید. همین که درست پاسخ بدید کافیه. نه اینکه حالا 5 دقیقه واسه هر سوال بشین فکر کنید، نه، ولی نمیخوام خیلی عجله کنید و حالا رشته کلام از دستتون در بره یا خراب کنید و نتونید اون صد خودتون رو توی مصاحبه بذارید. حالا راجع به زبان بدن یه سری نکات بهتون بگم. ببینید، سعی کنید که شونه هاتون خیلی افتاده به این شکلی که حالا خودتون رو بخواین هی جمع کنید، یا سرتون همش پایین باشه نباشه. سعی کنید به چشم‌های مصاحبه‌گرها نگاه کنید. اگه نگاه کردن به چشم‌ها سخته، سعی کنید به اجزای صورتشون توجه کنید که حالا مستقیم به چشم‌هاشون نگاه نکنید اگه واسه بعضیاتون سخته. همونطور که گفتم، سعی کنید که شونه هاتون خمیده نباشه، سرتون بالا باشه، به این شکل نشینید. وقتی که وارد اتاق میشید قدم‌های محکم بردارید. محکم اینه که پاتون رو بکوبید رو زمین، منظورم اینه که شلوول نباشید. میدونید چی میگم؟ چون نوع حرکت شما، نوعی که نگاه میکنید، حالتی که بدنتون ایستاده، همه نشانه اعتماد به نفس شما و اعتماد شما به خودتون هستش. اینا بعضی تکنیکای از زبان بدن هستش که اگه رعایت کنید اونها شما رو بیشتر جدی میگیرند. یه سری نکات دیگه هم هست که حالا گفتنش خالی از لطف نیست. ببینید، گاهی اوقات اونها به نحوی سوال میپرسن که راستی آزمایی کنن. به عنوان مثال شما میگی که ازتون میپرسن تو اوقات فراغتتون چیکار میکنی، شما میگی که خب من کتاب میخونم، یا بهتون میگن خب عزیزم چه کتابی میخونی؟ امکان داره شما اینجا خدای نکرده دروغ گفته باشی و کتاب نخونی، و همینجوری حالا واسه اینکه چیز کنی میگه آره من کتاب میخونم، ازت میپرسه چه کتابی میخونی و تو حالا اسم یه کتابی رو میگی. ببینید، اون لحظه ازت میپرسه خب موضوع اون کتاب چیه، چه چیزی از اون کتاب یاد گرفتی. اینا همه خیلی مهمه. خلاصه اینم از مصاحبه اختصاصی. که فقط یه نکته مهم دیگه بهتون بگم،
ببینید، امکان داره بهتون بگن که پاشین یه مبحث رو تدریس کنید، چه به دلخواه یا خودشون انتخاب کنن. پس سعی کنین از قبل یه ذره تدریس کنید واسه خودتون، توی خونه آمادگی داشته باشید. مدت زمان این مصاحبه حدوداً 15 تا 20 دقیقه طول میکشه. حالا نه این بگین آقا من رفتم مصاحبه رو انجام دادم نیم ساعت شده. دارم به صورت کلی میگم 15 تا 20 دقیقه، بیشتر طول نمیکشه. حالا امیدوارم که این مصاحبه رو به خوبی پشت سر بذارید. حالا میریم سراغ مصاحبه عمومی. ببینید توی مصاحبه عمومی شما وارد یه اتاقی میشید با این تفاوت که فقط یک مصاحبه‌گر وجود داره و ازتون سوالاتی راجع به احکام، دین و سیاست میپرسه. مدت زمان این مصاحبه طولانی تره و امکان داره 45 دقیقه یک ساعت هم طول بکشه. توی مصاحبه عمومی سوالاتی راجع به دین، احکام، سیاست ازتون میپرسن. یه قرآنی اونجا وجود داره که بعد اون قرآن رو بخونید، مثل مصاحبه اختصاصی. و اینکه سوالاتی که میپرسن از این قبیله، مثلا تو حالا اون بازه زمانی که شما میرین مصاحبه انجام بدید، یه سری اتفاقات افتاده، اتفاقات سیاسی توی کشور، حالا امکان داره برای چند ماه قبلش هم باشه و توصیه میکنم که راجع به اتفاقات سیاسی کشور یه ذره اطلاعات داشته باشید. گهگاه شده اسم وزرا رو ازتون پرسیدن، نمیدونم علاقتون به رهبر، اینکه چقدر رهبر رو قبول دارید، مبتلات روزه، مبتلات نماز، اینکه چقدر نماز میخونید، روزه میخونید، آیا مثلا روزه و نماز قضا دارید، نظرتون راجع به شبکه‌های اجتماعی چیه، چقدر خودتون از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنید، چه دعایی رو بیشتر میخونید، چه سوره از قرآن رو بیشتر دوست دارید. و گهگاه بهتون میگن که پاشین مثلا نماز بخونید جلوی من، حالا به صورت نمایشی که ایشون متوجه بشن که شما در چه حد بلدین، یا مثلا وضو بگیرید و از این دست سوالا. پس توصیه من اینه که راجع به احکام به شدت تحقیق کنید و همچنین حالا اتفاقات سیاسی کشور. و راجع به این مسائل نگران نباشید، اصولا اینستاگرام، یه سری پیجای اینستاگرامی یا تلگرام یا حتی سایت‌های مختلف یه پکیج رو واسه مصاحبه عمومی در اختیارتون قرار میدن که شما اگه اون پکیج رو تهیه کنید، بعضیش رایگان، بعضیش پولی، اگه پولی هم باشه مبلغ زیادی نیست، اون رو تهیه کنید و اون جزوات رو به خوبی بخونید. اگه اونا رو بخونید بیشتر سوالاتتون رو پاسخ میده و اصولا مصاحبه‌گرا از اون سوال ازتون میپرسن، خب چون احکام یکیه. و اینکه یه چند تا سوال فرق کنه که اونم دیگه به هوش و ذکاوت شما بستگی داره که چطوری در آن واحد پاسخ بدید. توی مصاحبه عمومی هم راستی آزمایی میشه، پس حواستون باشه به سوالایی که ازتون پرسیده میشه. ببینید، خب چون ما توی جامعه اسلامی زندگی میکنیم، سعی کنید با برترین و بهترین پوشش توی مصاحبه ها حاضر بشید. دختر خانم ها حتما چادر سر کنن و آقا پسرها سعی کنن لباس های مناسب بپوشن، لباسی که حالا در شونات اسلامی هستش. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم واسهتون کلی مفید بوده باشه. اگه سوال دیگه‌ای داشته حتما توی کامنت ها بپرسید، من پاسخ میدم.